لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث این هفته ما ارتباط به توبه و تضرع است، ارتباط به عجز و عاجزی می باشد، ارتباط به ندامت و پشیمانی از گناه و معصیت می باشد. یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار عالم بر من و شما دروازه توبه هست. در امتهای گذشته وقتی که گناه می کردن، معصیت می کردن و نافرمانی الله و رسول را می نمودن، خصوصا قوم حضرت موسی علیه السلام، ایشان قبولیت توبهشان قتل نفس بود، باید خود را می کشتند و بعد توبهشان پذیرفته می شد. از برکت رحمت للعالمین منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، توبه امتشان به ندامت و پشیمانی و با ریختاندن قطرات اشک الله سبحانه و تعالی میپذیرد و قبول میکند. قبل از همه ارتباط به توبه های انبیا علیهم السلام که در قرآن عظیم الشان بیان شده است که پیامبران خدا هم دچار لغزش به خطا شدن و بعد توبه کردن و الله سبحانه و تعالی توبه ایشان را پذیرفت، که از آن جمله الگو و مقتدای تائبین حضرت آدم علیه السلام هست. همه ما فرزندان حضرت آدم علیه السلام می باشیم. خدای تبارک و تعالی برای حضرت آدم گفت که از این درخت ممنوع نخور، فوسوس لهما الشیطان، بعد شیطان وسوسه کرد و حضرت آدم و حوا از او درخت ممنوعه خوردن. قرآن عظیم الشان بیان می کند و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. آدم علیه السلام نافرمانی کرد، فغوا. ترجمه غوا مفسرین می فرماین پس گمراه شد یا تباه شد. انسانی که گناه به معصیت می کند گمراه می شود و انسانی که دچار لغزش می شود او انسان در معرض هلاکت قرار می گیرد. فغوا ثم اجتباه ربه،
بعد از آن که آدم را به رسالت و پیامبری برگزیدیم، ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، ما توبه را نصیبش کردیم و او توبه کرد و او را هدایت کردیم. یعنی حضرت آدم علیه الصلاه و السلام دوچار لغزش شدند و بعد توبه کردند و تائب شدند. بزرگان می‌فرمایند الگو و مقتدای تائبین حضرت آدم علیه الصلاه و السلام میباشد. داستان لغزش پیامبر دیگر حضرت موسی علیه السلام را قرآن بیان می کند. قرآن عظیم الشان می فرماید ارتباط به لغزش حضرت موسی علیه السلام که یک لغزش قبل از رسالت داشتن و یک لغزش بعد از رسالت داشتن. حالان که انبیای خدا معصوم بودند، چرا نمیگیم که حضرت آدم گناه کرد؟ میگیم حضرت آدم لغزش کرد. چرا نمیگیم حضرت موسی گناه کرد؟ میگیم حضرت موسی لغزش کرد. به خاطر که انبیای خدا معصومن، انبیای خدا پاکن. خدای تبارک و تعالی همه انبیا را معصوم خوانده است. بعد از انبیا دیگر هیچ کس معصوم نیست و دیگر انسان ها دوچار گناه و خطا و اینها قرار می گیرن. در صورتی که انبیا معصوم بودن، باز هم چقدر اعتراف به گناه یا اعتراف به خطا یا اعتراف به همان لغزشی که از ایشان صورت می گیره اعتراف می کنن و با پیشگاه الله سر عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی را پیش می کنن. حضرت موسی علیه السلام در سوره قصص بیان می شود که و دخل المدینه علی حین غفلت، حضرت موسی وقتی بیرون شد از آن شهر و داخل شد داخل شهر، از بیرون از شهر وارد شهر گردید، دید که دو انسان در حالت نزاع و در حالت مجادله و در حالت جنگ قرار دارند. یکی از او افراد فردی بود از بنی اسرائیل قوم حضرت موسی و یکی از تبار آل فرعون بود، از مردم قبطی بود که با هم دعوا می کردن. فرد بنی اسرائیلی حضرت موسی را صدا کرد که بیا همراه من کمک کن یا مرا از چنگ این فرد و مرد قبطی نجات بدی. حضرت موسی علیه السلام قبل از رسالت وقتی می آید که آن مرد